خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت بچهای گل پای 11ام. رجا بشیرزاده هستم از استودیوی بزرگ به صد شهر بزرگتر تهران. امروز با شما هستیم با یک کلاس ویژه و بسیار حرفه‌ای برای شب امتحانی درس حسابان 11ام، یکی از درس‌های استراتژیک و یکی از در واقع اصلی ترین دروسی که یک داوطلب رشته ریاضی با اون سر و کار داره. بحث حسابان بحث پایه‌ای است، یعنی بحثی است که از اطلاعات سال دهم باید استفاده کنیم. امسال که 11ام هستیم، 11ام رو باید استفاده کنیم، به کار بگیریم تا انشالله تو حسابان دو که سال 12ام میخونیم همه اینا روی هم رفته، یک مجموعه خیلی خوب برای ما توی کنکورمون و البته امتحان نهایی 12ام داشته باشه. اما با توجه به اینکه ما قراره تو این زمان محدود، یعنی توی حدود 90 دقیقه‌ای که در اختیار داریم، بیایم و بحث یک ترم رو جمع و جور کنیم، چند قسمت رو به صورت گزیده و سلکت شده من انتخاب کردم، با هم دیگه کار میکنیم. سوالات مهم کتاب درسی که از کل فصل 1 و 2 که بودجه بندی در واقع ترم اول هست رو انتخاب کردیم، اونها رو یه مرور با هم دیگه خواهیم کرد و زوم میکنیم روی قسمت هایی که همیشه سوال امتحانی بوده، همیشه مهم بوده و عرض به خدمت شما که حالا حتما در امتحان شما هم مطرح میشود. خب، جزوه برای بچه ها گذاشته بودیم. قبل اینکه وارد این جزوه بشیم، در واقع من سرفصل ها رو یه مرور بکنم با شما. سلام علیکی هم دارم با دوستای خوبم که در واقع بچه های کلاس خودمون و البته بچه های جدیدی که ممکنه برای اولین بار ما رو از قاب بسط آنلاین تماشا میکنن. خب، من یه مروری داشته باشم که بحث حسابان 1 برای ترم اول شامل چه چیزهایی میشد. خب ببینید بچه ها، بحث حسابان 1 ما دو فصل اول رو داشتیم. حتی بعضی از دبیرها و بعضی در واقع حالا مدارس میان فصل 3 رو هم یک درسش رو، یعنی تابع نمایی رو درس میدن. منتها خب عمده سوالات چون از فصل 1 و 2 مطرح میشه، ما هم امروز به اینها خواهیم پرداخت. یه مرور سریع بکنیم که مباحثمون چیا بود. بحث اول تو فصل 1 مجموع جملات دنباله حسابی هندسی بود. بعد میرفت سراغ معادله تابع درجه 2، معادلات و در معادلات گنگ و گویا. بعد میرفت سراغ قدر مطلق، با هندسه تحلیلی هم تموم میشد. فصل دوم که میشد گفت خیلی منسجمتر بود، مطالبش بیشتر به هم دیگه ارتباط داشت. بحث تابع بود که حالا از زوایای مهم به تابع، ترکیبش، اعمالش، وارون، یک به یک و دامنه و برد و شکلهای ساده تابع میپردا. ما توی این قسمت ها سعی میکنیم جاهایی که حتما امتحانی تر هست و مهمتر هست رو با هم یه مروری داشته باشیم. خب، من وارد این در واقع نوت میشم، برنامه این نوت. میخوام اولین بحثی که با هم دیگه شروع میکنیم در رابطه با بحث مجموع جملات باشه، یعنی درس 1 فصل 1 رو میخوایم با هم دیگه بریم که راجع به مجموع جملات دنباله حسابی و دنباله هندسی بود، هندسی و حسابی. خب بچه ها، خیلی بس ساده است، خیلی خیلی آسونه. شما اینجا کلن با دو تا دونه فرمول بیشتر سر و کار ندارید. یعنی یکی از بحث های این هستش که ما مجموع جملات دنباله هندسی رو بلد باشیم، یکی هم حسابی رو. خیلی ساده. اول میرم سراغ هندسی. خب مجموع جملات دنباله هندسی که با SN هندسی نشونش میدادیم، یک فرمول ساده داشت، میشد A1 چی بود؟ جمله اول ضرب دره پرانتز 1 - Q به توان N به روی 1 - Q. حواسمون هست Q قدر نسبت دنباله ما بود، Q قدر نسبت بود که مثلا چجوری پیدا میشد؟ جمله دومو به اول تقسیم میکردیم، جمله سومو به دوم تقسیم میکردیم. خیلی ساده است. و دنباله حسابی هم همینطور، دنباله حسابی هم یک SN داشت، اونم فرمولش میشد N2 جمع جمله اول و آخر، یا فرمول ساده تر میشد، میشد N2 2A1 به علاوه N-1 در D، که مجدد اینجا باز میدونیم N که تعداد رو نشون میداد، A1 جمله اول بود و این بار قدر نسبت ما D بودش. اینم از این. خب فرض بر اینه دانش آموز که اومده پای 11 هم، دقت کن، فرض بر اینه که
دانش آموز که اومده پای 11 هم خود دنباله حسابی هندسی رو یادش میاد از جلسات قبلی و از در واقع سال 10 هم. منتها بحثی که هست اینه که دقیقا بچه‌ها تو همین نقطه کم میارن، یعنی هر چیزی که به پایه مرتبط میشه متاسفانه چون درست مرور نمیشه، درست تدریس نمیشه و خب دقیقا دانش آموز همونجا گیر میکنه. یعنی همه این فرض هایی که ما داریم که خب اینو که یادمونه، اینو که میدونیم، اینا همشون در واقع خطرناک هستن. باید دقت کنیم که مرورها کامل باشه. خب من یه مروری پس انجام میدم، یه خط بکشم این وسط بین دنباله حسابی و هندسی. من یه مروری انجام بدم که دنباله هندسی اصلا چی بود، چون بحث اصلیمون راجع به همین هست، مرور دنباله هندسی. بحث دنباله هندسی این بودش که ما با مثال عددی هم میگم که راحت متوجه بشید. مثلا یه دنباله بهمون میدادن 1, 3, 9, 27 و چند تا نقطه. الان اگه به این نگاه کنیم یک دنباله هندسی داریم. چرا مهندسین عزیز؟ به خاطر اینکه با یه ذره دقت میفهمیم که جمله های ما هی زب در چند شدن، شدن جمله بعدی ماشاءالله زب در 3 شدن. این 3 هم چی بود؟ این 3 در واقع کیو یا قدر نسبت ما بود که تو کتاب درسی دهم البته با آر کوچولو اینو نشون میده. خب مثلا اگه به من بگن بیا 5 تا جمله از اینو جمع کن، 10 تا جمله از اینو جمع کن، میگم خب مثلا 10 تا جمله میشه اس چند؟ اس 10. میگم خب به جای n هم که دارم میذارم 10، A1 جمله اولم 1 مشخصه، کیو یا قدر نسبتم که 3، به راحتی میتونم جواب اسنش رو پیدا کنم. عرض به خدمت شما، بریم سراغ دنباله حسابی یادآوری کنیم. دنباله حسابی چی بود؟ مرورش کنیم. مرور دنباله حسابی. دنباله حسابی این شکلی بودش که مثلا با 1 شروع کنیم، 3, 5, 7, 9 و الی. این بار چه اتفاقی میفته؟ مهندس نگاه کن ببینم، سر بالا. این بار دوتا اضافه شدن جمله بعدی. دوتا اضافه شدن جمله بعدی. خب پس اضافه شدن میشد دنباله حسابی، یا حالا کم شدن فرق نمیکنه، ضرب شدن یا تقسیم شدن میشه دنباله هندسی، و این هم طبیعتاً دی یا قدر نسبت باشه. ما با اینها سر و کار داریم و باید اگر به من یک دنباله میدن که معلوم نیست حسابی هندسی، چند تا جملهشو مینویسم، روندش رو رصد میکنم که اگه داره ضرب میشه میره جلو، اگه داره جمع میشه میره جلو، و بعد توی فرمول هاشون قرار میگیرم. ردیف یا نه؟ بریم. خب توی کتاب درسی من یه سری سوال انتخاب کردم از دنباله حسابی و هندسی، بریم با هم ببینیم. قبلش راستی یادآوری کنم که حتما سایت bsat.ir، سایت آنلاین بسات، سایت بسیار بسیار مجهز و خفن بسات رو حتما نگاه کنید. دوره هایی که داریم توش قرار داده شده، نمونه تدریس دبیران وجود داره و همین کلاسی که امروز با هم دیگه داریم اونجا ضبط و محفوظ هسته، و راه های ارتباطی با ما رو هم داشته باشید توی اینستاگرام پیج ما در واقع raja.bashirzade.mat و در واقع کانال تلگراممون که ریاضیات 99 هست. حتما راه های ارتباطی با ما رو داشته باشید که سعادتمند بشید انشاءالله برای کنکورتون. خب من از خود در واقع تمرینات کتاب استفاده کردم. خیلی جالبم هست که در نظام جدید تمرینات کتاب حتی تو کنکور عیناً دیده شده. مثلا سوال اولی که من انتخاب کردم سوال کنکور سال 98 رشته ریاضی بوده. ما هم اینجا ببینیم بچه هدفمون همین هست، یعنی در قالب کلاس ها کاری که به صورت رسمی و در واقع بخوام به شما گرا بدم که چه اتفاقی میفته و چه کار ما میکنیم دقیقاً این هستش که توی سال 11 هم خب با بچه ها کلی یه ترمش گذشته، یه ترم باقی مونده، مو به مو کتاب درسی رو میشکافیم. یعنی آقا سوال، فعالیت، تمرین، هم کار در کلاس، هر چی هست میگیم. غیر از اینها نکاتی رو هم که مربوط به اینا هست توی کنکورهای تا 50 سال اخیر اومده، چه رشته ریاضی، چه رشته تجربی، بعضن سوالات رشته انسانی، بعضیاش خیلی به درد بخوره. حالا دوستان انشالله ترم دو با ما همراه باشن، من بهتون تمریناتی از کنکور انسانی تو بحث لوگاریتم نشون میدم که عمرن حتی معلمای ریاضی و تجربی هم بعضیاشون نمیتونن حل کنن. بسیار بسیار در واقع جامع صحبت خواهیم کرد. و دیگه کنکور هم که سال 12 ماشاءالله خودتون میدونید دیگه، اصلا بسات
یکی از ویژگی‌های بارزش همین بحث کنکورش هست و طرح جامعه که حالا قبلا وجود داشته، یه خورده سرچ کنید اینا رو هم پیدا می‌کنید. خب برگردم به بحثم. سوال اول رو می‌خوایم با هم دیگه حل کنیم. پرسش‌های مهم فصل 1 کتاب درسی رو انتخاب کردیم. سوال اول از کتاب: مجموع همه اعداد طبیعی 3 رقمی که مضرب 6 هستند. خب اعداد طبیعی، خب ما میدونیم از 1 و 2 و 3 شروع میشه، اما اولا گفته 3 رقمی میخوان، خب مضرب 6 هم باشن. من میگم خب اولی 3 رقمی ما چه عددیه؟ میگه استاد اولین عدد 3 رقمی ما 100ه. میگم قبول. میگه ولی 100 3 رقمی هست ولی مضرب 6 نیست. میگم قبول دارم، مضرب 6 اگه بخواد عددی باشه چجوریه؟ مضرب 6، 6 از چی تشکیل شده؟ 2 3. خب پس عدد من باید به 2 بخش پذیر باشه، یعنی زوج باشه، که خب هست. ولی عدد من مضرب 3 که نیست، یعنی به 3 بخش پذیر نیست. آقا چجوری فهمیدید مضرب 3 نیست؟ چه عددی به 3 بخش پذیر بود؟ عددی که جمع ارقامش به 3 بخش پذیر باشه. 1 0 0 جمعش میشه 1. خب به 3 بخش پذیر نیست. پس با اجازه شما میگم آقا اولین عدد من 100 نیستش. چون با از زوج باشه 101 که نیست، اولین عدد ما طبیعتاً 102ه. چرا بچه؟ 102 زوجه، به 2 بخش پذیره. جمع رقمهاش 1 0 2 میشه 3، پس به 3 هم بخش پذیره. این میشه جمله اول ما. A1 چند تا چند تا جلو میرن؟ خب طبیعتاً چون مضرب 6 هستن 6 تا 6 تا هم جلو میرن، باریکلا، یعنی قدر نسبت 6ه. بعدی میشه 108 جمله دوم، A2، و همینطور ادامه پیدا میکنه تا آخرین سه رقمی 999. میگه آقا استوب، آخرین سه رقمی 999 مضرب 3 هست، ولی شما گفتید باید زوجم باشه. میگم خب آخریش پس 999 نیست، 6 تا میرن عقب. چرا 6 تا گفتیم؟ 6 تا 6 تا میرن جلو، عقب هم بخوایم برگردیم پس 6 تا 6 تا برمیگردیم، آخریش هم میشه 993 تا. خب آقا 993 هم که باز فرده، پس این چطور در واقع ما باید آخری رو پیدا کنیم؟ میگم بذار زیاد اذیتت نکنم، نگاه کن، بذار آخریشو اینطوری بهت بگم. شما وقتی 6 تا 6 تا داری میری جلو، آخرین عدد 3 رقمیت 999 که طبیعتاً فرده. خب اگه باز 6 تا 6 تا بیای عقب، بازم همینطور به عددهای فرد میرسی. اگر این اتفاق افتاد، 3 تا 3 تا یعنی نصفشو بیا عقب، نصف 6 میشه 3، پس میشه 996. این هم میشه جمله آخرمون. طبیعتاً دارم این موضوع رو در نظر میگیرم که خیلی تشریحی حل کنم، وگرنه اینو بخوایم توی کنکور حل کنیم با دو تا حرکت حل میشه که حالا بهتون خواهم گفت. پس جمله آخر رو پیدا کردم، جمله اول رو هم دارم، 102 رو. خب مجموع جملات چجوری نوشته میشد بگید؟ SN میشد N دومه جمع جمله اول یعنی 102 و جمله آخر یعنی 996. استاد پس اینو چطور میخواید پیدا کنید؟ آخرین جمله، جمله چندمه؟ میگم شما فرمول بلد بودید، آن میشد A1 به علاوه NMN های 1 در D، تمام شد و رفت. جمله آخر ما 996ه، دیمون که 6 بود در N منهای 1، به علاوه جمله اول هم که دارم 102. خب 102 رو میبرم اونور، به یه 6 هم تقسیم میکنم، 102 رو بفرستم اونور میشه 4 9 8 6 برابر N منهای 1، به یه 6 هم تقسیم کنم چقدر میشه؟ 1 6 تا 6 تا 29، 4 6 تا 24 تا 149 میشه N منهای 1 و N مون اینجا میشه 150. N هم پیدا کردیم، اینجا N رو هم 150 قرار میدیم و کار تموم میشه. حالا جالبه، کنکور 98 اولا دو رقمی خواسته بود. میخوام بگم چقدر شبیه کتاب سوال میدن. اولا دو رقمی خواسته بود. خب دو رقمی خیلی حجم محاسباتش کمتر میشه، ولی جالب بود همین مضرب های 6 رو پرسیده بود، خارج از کشورش هم مضارب 7 رو پرسیده بود. اهمیت تمرینات کتاب، ما معمولا تو درس ریاضی از دوستامون، از
در واقع بزرگترامون که قبلا کنکور دادن اینو نمیشنویم که آقا کتاب درسی رو مثلا حل کنن، فعالیتاشو تمرین، میگن آقا معلم ما همیشه یه جزوه میداد همون رو حل میکرد دیگه. بله جزوه خیلی خوبه، منتها جزوه ای که تمرین کتاب توش باشه. اگر جزوه ای داخلش تمرین کتاب وجود نداشته باشه اصلا مفت نرونه، یعنی این جزوه به هیچ دردی نمیخوره. جزوه ای خوبه که تمرین کتاب توش باشه. درست شد داستان چیه؟ بله این کلاس ضبط شدهش هم داخل سایت قرار میگیره. یه دونه دنباله حسابی حل کردم، بیاید یه دونه هم هندسی حل کنم. سوال پنجو میگه جمله عمومی یک دنباله به صورت آن مساویس با دو به توان انمن های یکه. خب من نمیدونم این دنباله الان برای من ننوشه دنباله حسابی هندسی چیزی نگفته. میگم آقا چند تا جمله شو بنویسیم، جمله هاش رو بنویسیم. چیا هن جمله هاش؟ خب یادت پارسال تو الگو دنباله چجوری جمله ها رو مینوشتیم؟ مثلا میگفتی اینو میذارم یک، اولین جمله هم پیدا میشه. بعد اینو میذارم دو، جمله بعدیم پیدا میشه. اینو میذارم سه، جمله بعدیم پیدا میشه. برو بریم سر بالا. اینو بذارم یک، دو به توان یک منهای یک میشه صفر، عدد به توان صفر میشه یک. دو بذارم دو منهای یک یک، دو به توان یک میشه دو. سه بذارم سه منهای یک دو، دو به توان دو میشه چهار. و اینجا دیگه دوزاری میفته که این دنباله یک دنباله هندسیه. چرا؟ این دنباله تمامی جملاتش دارن چند برابر میشن؟ دو برابر میشن، یعنی ضرب در دو میشه. پس قدر نسبت یا کیو ما قطعا دو خواهد بود و دنباله یک دنباله هندسی است. چی میگه بچه؟ چند جمله از این دنباله، یعنی اینو نداره، تعداد جمله ها رو میخواد. چند جمله از این دنباله رو با هم جمع کنیم تا مجموعشون بشه 255. یعنی داریم آقا چی میگه؟ میگه آقا جان میخوایم، میگه چی؟ مجموع آنها جمع کنیم بشه 255، یعنی 255 مساوی باشه با SN. پس مجموع جملات باید بشه 255. خب 255 مساوی است با SNش. فرمول داشت، چی بود فرمول؟ یادت A1 یعنی جمله اول که خب یک ضرب داره، یک منهای کیومون چنده؟ عدد دوه، به توان N تقسیم بر یک منهای دو، که خب یک منهای دو که میشه منفی یک، در این ضرب کنیم منفی 255، از اینجا دو به توان N میشه 256. و دوستان حتما بلد هستن که دو به چه توانی برسه میشه 256، دو به توان 8. پس چند جمله از این دنباله رو باید جمع کنیم؟ 8 تا. یعنی بشینیم اگه دستی 1 2 4 دو برابر بشه میشه 8 16 و الی آخر طبیعتاً 8 تا جمله جمع کنیم به عدد 255 میرسیم. تأکید میکنم تمرینات کتاب بسیار مهمه، حتما اگرم که براتون تو مدرسه حل نمیکنن پیگیر باشید و تمام تک به تک تمرینات کتاب رو بپرسید و دنبالش باشید. خب این از بحث دنباله های حسابی و هندسی. دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن، من پیام هاشون رو میخونم. بله جزوه امروز رو هم توی گروه کلاسیمون میفرستم. بله حتما. مثلا سوال شما، چون میخوایم یه قسمت دیگر هم باز اشاره کنیم، مثلا سوال شماره 4 تمرینات کتابمون خیلی خیلی سوال مهمیه. این که مجموع جملات با شماره فرد و زوج رو داده خیلی سوال مهمیه، حتما دوستان پیگیرش باشن. سوالی هستش اگر بچه ها سوالی دارن ممنون میشن مطرح کنن تا ببینیم که اگر در واقع نه ربطی نداره اینکه مضربه عدد باشه، یعنی شما مثلا مضربه 6 میگه یعنی 6 تا 6 تا میره جلوتر. من یادم رفت بپرسم دوستانی که حاضر هستن یه اعلام حضور بکنن، یه در واقع بشناسیم به همدیگر و بچه ها رو. سارا جان میگه مضرب نباید از هندسی بریم. گفتم نه ربطی نداره اصلا به بحث هندسی. خب یه قسمت دیگر رو باز بپردازیم بهش که جزو بحث های مهم هست و ما هم توی جزو
بهش اشاره کردیم و اون هم در واقع جزوی از سوالات و بحث‌های مهم هستش. یه تمرینی که خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم. سلام ارشیا جان، سارا جان سلام، زهرا، فاطمه، امیر حسین سلام سلام سلام. یکی از بخشایی که خیلی دوست دارم ایلیا جان سلام بهش اشاره کنم این هستش که ما یک تمرینی توی کتاب درسی داریم که خب اصلا خیلی وقتا با بچه‌ها که صحبت می‌کنم اصلا نمی‌دونن همچین چیزی وجود داره، یعنی نمی‌دونن اصلا یه همچین محدث جان سلام یه همچین چیزی در کتاب درسی وجود داره. یه بحثیه، بریم توی این نوت دوباره. خب پس اولین مطلبی که ما امروز گفتیم مطلب مجموع جملات بود، مطلب شماره یکمون. ترانه جان سلام، فاطمه جان، هستی جان سلام، اولین مطلبمون این بود. خب او برم اسلاید بعد. یه تمرین کتاب داریم خیلی مهمه و اصلا یک موضوعیه. شما به عنوان داوطلب رشته ریاضی که انشالله قرار است حالا تو بحث‌های ریاضی مهندسی در واقع صحبت کنید، یک بحث جالبی هست. یه چیزی داریم ما توی رشته ریاضی و در عالم اصلا به اسم مستطیل طلایی. این مستطیل طلایی در واقع تمرین کتاب درسی ما هستش، تمرین کتاب درسی ما هستش در بحث معادلات گویا. سوالی پیش میاد، یعنی شما باید در واقع این موضوع رو بدونید. تو نظام قدیم این بحث تو هندسه بود، تو نظام جدید تو حسابان. سوال از ما میپرسن که مستطیل طلایی چیه اصلا؟ یعنی بحث مستطیل طلایی وقتی به ما میگن آقا مثلا مستطیل طلایی ما چی باید بدونیم راجبش؟ بله بله بله، دوستان میگن که در کتاب درسی هستش همچین چیزی. بله بله، مستطیل طلایی توی کتاب درسی هم اشاره شده بهش و حالا دوستان میگم اگه تا امروز دیدن که خیلی خوبه، اگر ندیدن باید یه خورده در واقع تجدید نظر کنن راجع به دبیرشون. صفحه 19 کتاب درسی هم هست، حالا صفحش هم بگم که اگه دوست دارید ببینید. صفحه 19 تمرین شماره 2 که من اینجا آوردمش، صفحه 19 تمرین شماره 2 کتاب درسی. خب گوش کن مهندس جان، گوش کن، سر بیار بالا بیرم. مستطیل طلایی چیه؟ یک نسبتی اگر بین طول و عرض مستطیل وجود داشته باشه به اون مستطیل میگن مستطیل طلایی. مثلا کاغذ A4، A5، A3 و حالا کاغذهای استانداردی که تعریف میشه توی بحث چاپ و نشر و اینا، اینا همش ابعادش مستطیل طلایی هستش و همه اینا همگرا میشه در نهایت به یک نسبت طلایی یا عدد فیبوناچی بهش میگن. تو دانشگاه کاری نداریم. حالا قصه چیه؟ میگه شما یک مستطیل رو در نظر بگیرید به عنوان مثال. مثلا فرض کنید که یک مستطیل، من اینجا بکشم که مثلا این شکلی بزنم، اینو بیاریم پایین تر. خب میگه شما در نظر بگیرید این مستطیل اگر طولش رو با Lشون بدیم، طول، و عرضش رو با W نشون بدیم، یک تناسبی اگر بین اینها برقرار باشه، L و W یک تناسبی اگر بینشون برقرار باشه میگن مستطیل طلاییه. اون تناسب چیه که خیلی برای ما اهمیت داره؟ اون تناسبی که باید بین اینا برقرار باشه تناسب اینه، سر بالای ها هیچی نمی نویسی فعلا، تناسب اینه، نسبت L به W. نسبت L به W یعنی چی؟ به فارسی بگیم نسبت طول به عرض مساوی باشه با نسبت مجموع طول و عرض به طول. مجموع طول و عرض به طول، اگر چنین نسبتی، یعنی چنین تناسبی در واقع بین این دوتا نسبت برقرار باشه، اصطلاحاً میگیم که مستطیل یک مستطیل طلایی است. حالا این مستطیل طلایی این عدده اصلا چند هست؟ یعنی این مساوی چنده؟ خب اینو به عنوان یک داوطلب کنکور باید حفظ باشم.
ببین تمام سعیمون ما توی کلاس هم بر همینه دوستان، همگی سر کلاس ما هم حاضر هستن، تمام سعی ما توی کلاس همینه که بتونیم اولا مطلب بگیم چیه به صورت خیلی ساده، بگیم آقا اصلا این چیه این مستطیل تله. بعد اینکه گفتیم این چی هست، بگیم خب حالا چه چیزهایی از این نکته بیرون میاد، یعنی چه سوالاتی میتونه مطرح بشه از سوال آسون به سوال سخت. ممنونم از بچه‌ها که تا من ننوشته ماشاءالله جواب رو میگن. خب چه ربطی اصلا به معادله گویا داره، یعنی ارتباطش به بحث معادلات گویا چی هستش؟ میگن که ما اگه اینو بخوایم یه طرف این وسطه این بزنیم، یه طرف این وسطه این بخوایم بزنیم، ابتدا میام یه تغییر متغیر میدم. میدونی تو معادلات بحث تغییر متغیر خیلی بحث عادی هستش. تغییر متغیر میدم، L به W رو میگیرم T. میگه استاد اول میشه یکم سادهش کنید؟ میگم بله، بذار L به W بمونه، اونور L به L به علاوه W به L. خب نگاه کنیم، L به W رو گفتم میگیرم T، پس معادلم میشه L به W T مساویس با L به L که یکه. بچه ها وقتی L به W رو گرفتم T، طبیعتاً W به L برعکسش میشه یک تیوم، W به L میشه یک تیوم دیگه. از اینجا به بعدش هم که بلد هستیم دیگه، ضرب در یه دونه T میکنیم، یه معادله درجه دو پیدا میشه که میشه T دو منهای تی منهای یک مساوی صفر. این معادله رو اگر حل کنیم دو تا جواب به ما میده، یه مثبت یه منفی، که منفیه به درد ما نمیخوره، طبیعتا فقط مثبته رو میخوایم. چرا تی مثبته؟ به خاطر اینکه نسبت طول و عرض دیگه، دو تا چیز مثبت. پس تیمون پیدا میشه یک به علاوه رادیکال پنج تقسیم بر دو. این در واقع عددی است که معروف به عدد طلایی یا نسبت طلایی، که به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر دو، چیزی که باید بلد باشیم و در واقع باید حفظ باشیم. یک به علاوه رادیکال 5 تقسیم که تقریبا چقدر میشه دوستان اشاره کرده. ممنونم بچه های فوقلاده خوبمون تو کلاس حسابان 11، این هستش که رادیکال 5 تقریبا 2.2 با یک جمع بشه میشه 3.2 تقسیم بر دو میشه تقریبا 1.6. تقریبا عدد طلایی تقریبا 1.6. اگه بخوایم حالا با یه رقم اعشار بهش بپردازیم، این هم میشه بحث مستطیل طلایی که خیلی دوست داشتم اینو عنوان کنم، چون میدونم خیلی ها ممکنه اصلا ندیده باشن، ندونن، در جریان نباشن چیه. برای کنکور عددش باید حفظ باشه، برای کنکور عددش رو باید حفظ باشه. خب ردیفید بچه ها یا نه؟ استاد چه سالی کنکور دادید؟ 87، 12 سال پیش. چند زدی ریاضی رو؟ 8 سال همیشه میپرسم بچه ها دیگه، دوستان میدونن دیگه، ما ریاضی رو درصدمون 3 رقمی شد، بله غیر مستقیم گفتم 100. بله بله دانشجو هستید؟ بله دانشجوی دکترا دانشگاه تهران. رتبه کنکورتون چند بوده؟ میگم دیگه این چیز همیشه میبینه. رتبه کنکورتون چند بوده؟ 31. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، دوستان محبت دارم به ما، متشکرم. بچه های کلاس هم که نشته، استاد به همه این بچه های جدید بگید اگه کلاس شما نیام بدبخت میشن، دور از جونشون. من لیسانس و فوق لیسانس، بله، مهندسی پزشکی خوندم، الان دارم مدیریت میخونم دکترا. پریا جان قسمت آخرش یه بار دیگه میگید. L به W رو گرفتم T، پس اگه اینو T بگیرم، L به L که یکه، W به L برعکس L به W دیگه، پس اینو اگه گرفتیم T، W به L میشه یک تیوم. بعد اینجا همه رو در یه دونه T ضرب میکنم، این میشه T دو، این میشه T، اینم میشه یک، همه رو میارم یه طرف، دو تا جواب بهم میده، مثبته رو برمیدارم. اوکی پریا؟
مرسی ترانه جان، نظر لطف شماست. هستی جان متشکرم، مرسی. خب سواله رو حالا بزنیم از کتاب. اینجوری باید کتاب درسی رو بخونی ها. کتاب درسی خوندن این شکلی نیستش که شما بیای مثلا به عنوان مثالی هم یه سوالی که مثلا معلمتون تو مدرسه حل میکنه همون به همون اکتفا کنی، اصلا فایده نداره. بریم سواله بریم چی میگه. سوال دو صفحه 19: اگر در یک مستطیل با طول L و عرض W داشته باشیم، این تو کنکور بهت اینو نمیده، میگه اگر در یک مستطیل طلایی، اگر در یک مستطیل طلایی، بعد این سوال پایین رو مطرح میکنه، دقت کن. خب میگه محیط یک زمین ورزشی 144، پس من اگه یک مستطیل بکشم مثلا L و W، محیطش بچه ها محیط مستطیل دوتا L داره، این داره، حالا صاف و صوفتر بکشیم، دوتا L داره دوتا هم W، محیط دوتا L به علاوه W چقدر میشه؟ 144. خب پس L به علاوه W میشه 72. میگه اندازه طول و عرض آن متناسب با نسبت طلایی باشد. فرض کنید ما همه این کارها رو کردیم، یعنی اینو رفتیم حل کردیم، من دیگه اینجا نمی‌نویسم، رفتیم حل کردیم، به دست آوردیم که L به W میشه 1 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2. دیگه من دوباره محاسباتی که اونور نوشتم و اینجا تکراری ننویسم. پس من میتونم بیام بگم آقا جان من اگر خود L رو بخوام، خود L مساوی میشه با این عدد ضرب در W، ضرب در W ردیفه. پس بیام اینجا به جای L همین عدد رو بذارم، به جای L چی میذارم؟ 1 به علاوه رادیکال 5 دوم W، 1 به علاوه رادیکال 5 دوم W به علاوه W شده 72. خب از یه W فاکتور میگیرم، چی میده به؟ 1 به علاوه رادیکال 5 دوم به علاوه، اینجا چی میده به؟ یه دونه 1، درسته از W فاکتور بگیرم، W به W میشه 1، مساوی شده با 72. خب از اینجا اگه خود W رو بخوام میشه 72 تقسیم بر این عدده، این عدد دارم یه مخرج مشترک از دو بگیرم، میشه 3 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2 و خود W هم پیدا میشه، 2 میره بالا ضرب میشه 2 تا 72، 2 تا 144 تقسیم بر 3 به علاوه رادیکال 5، این میشه W. استاد هم عرض زمین رو میخواست هم طول زمین رو، شما W عرض زمین رو پیدا کردید، میشه طول رو هم پیدا کنید؟ بله طول هم میذاریم اینجا به جای W، L هم پیدا میشه، L هم میشه 1 به علاوه رادیکال 5 دوم ضرب در W که پیدا شده 144 تقسیم بر 3 به علاوه رادیکال 5 دوم، این هم میشه. حالا ماشاءالله عدد کتابم داغونه دیگه مثل همیشه. پس مستطیل طلایی تمرین دو صفحه 19 کتاب درسی باید بلد باشم نسبت طلایی 1 به علاوه رادیکال 5 تقسیم بر 2، که اگه بهم همچین سوالی دادن دیگه لنگ این نباشم. ولی چون داریم در واقع تحت عنوان کلاس شب امتحانی میریم جلو، اشاره میکنم که شما باید اول اون کارهایی که من اونور انجام دادم انجام بدید، نسبت L به W رو پیدا بکنید، بعد بیارید بذارید اینجا. ردیفید یا نه؟ یه فیدبک به من بدید بفهمم اوکی هستید یا نه. خب خدا رو شکر همه وضعیت اوکیه، همه خیلی پرقدرت و پر انرژی سر کلاس ما هستن. راستی کلاس حسابان ما روزهای سه شنبه، مثلا دقیقا همین تایم کلاس حسابان ما روزهای سه شنبه هستش، از ساعت 7 عصر شروع میشه تا 8:30
از ساعت 19 تا 23 یعنی 7 تا 8 و نیم کلاس حسابان ما هستش، حسابان 11 هم. از ترم دوم از بهمن ماه که شروع میکنیم هنوز 3 فصل کتاب باقی مونده، فصل 3، فصل 4 و فصل 5. فصل 1 و 2 هم درسته که آنلاین نیست، ولی شما ثبت نام که میکنید کل فیلم های جلسات قبل رو، یعنی مربوط به فصل 1 و فصل 2 رو هم میتونید ملاحظه کنید. از تابستون تا الان 2 فصل رو کامل به بچه ها درس دادیم، البته درس 1 فصل 3 رو هم من گفتم، ولی فرصت رو از دست ندید. الان درست دیرتر شده نسبت به تابستون، ولی الان از اینکه تازه ابتدای تابستون سال آینده که کنکوری میشید دیگه، شما کم کم کنکوری میای میشینی سر کلاس میگی خب من حالا تازه ببینم تست چی میگه، نمیدونم روش های تستی چی، اصلا نکات رو من نبودم و ندیدم، خیلی الان از اون موقع باز بهتره. گفتم الان نسبت به بچه ای که تابستون شروع کرده، بله خب واقعا عقبتر هستیم، ولی میتونیم تلاش کنیم، دوباره همت کنیم، انرژیمون رو جمع کنیم، از الان خیلی پرقدرت بریم جلو. حتی بعضا بچه هایی بودن که در واقع جلوتر هم زدن. جمعه ها، کلاسی که جمعه ها داریم فاطمه جان، کلاس هندسه و آماره. کلاسی که روزهای جمعه داریم از ساعت 5:30 بعد از ظهر تا 6:45 جمعه ها. اون کلاس خیلی هم کلاس ارزشمندیه. یک زنگ ما داریم، هم کتاب هندسه رو کامل میبندیم، هم کتاب آمارو. یک زنگه به تناوب، حالا 2 هفته هندسه داریم، 2 هفته آمار داریم. اون جمعه ها هندسه و آماره. سه شنبه ها حسابانه. سه شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر حسابانه. جمعه ها ساعت 5:30 هندسه و آمار. فوق‌العاده مهم، فوق‌العاده استراتژیک. حتما دوستان پیگیر باشن که جلو بیفتید از رقباتون توی کنکور. علاوه بر اینکه کتاب رو خوب یاد میگیرید و تمرینات کتاب براتون حل میشه، همه مطالب به صورت ساده ترین مدلی که ممکنه گفته میشه. غیر از همه اینها نکات کنکوری و آماده بشید برای اینکه سال بعد که 12 بودید دیگه رو هوا سوالا رو بزنید. دوستانی ما داریم الان دومین سال با ما هستن، یعنی 10 با ما بودن، 11 هم هستن. دوستانی داریم میدونن بچه‌ها الان همسن شما هن، یعنی 11 هن، ولی کلاس کنکور ما رو هم شرکت میکنن. خب شما ببینید توی مقایسه کردن طبیعتا هر کی بیشتر تلاش کنه، بیشتر زحمت بکشه، بیشتر انرژی بذاره، طبیعتا براش اتفاقهای بهتری میفته. میگن شانس بیشتر با آدمایی که تلاش بیشتری میکنن. واقعا به این موضوع معتقدم. ببین سارا جان، شما باید ببینید که حرف یک دبیر رو متوجه میشید یا نه. حالا این دبیر میتونه اصلا، مثال میگم، از نظر دوست شما دبیر خوبی نباشه، ولی شما همین که حرف اون دبیر رو متوجه میشید خودش بسیار ارزشمنده. لزومی نداره سلیقه من توی دبیر با سلیقه دوستم، با سلیقه اون یکی دوستم یکسان باشه. من خودم رو بذارم در واقع وسط، ببینم آقا من حرف این دبیر رو متوجه میشم یا نه. و سلام، وقتی حرف رو متوجه میشم، وقتی میبینم خوب پیش میرم، وقتی میبینم شرایط درسیم بهتر شده، سر کلاس میفهمم، سوال حل میکنم، تست میزنم، پس طبیعتا دارم پیشرفت میکنم، پس این دبیر تونسته به من کمک کنه. حالا توی یک جلسه چقدر این اتفاق میفته، توی 10 جلسه طبیعتا چقدر بیشتر. شما سال بعد انشالله اگه من عمری باقی باشه با هم دیگه کلاس کنکور داشته باشیم، هر سه تا درس رو در خدمت دوستان هستیم به امید خدا، هم هندسه رو، هم حسابان رو و هم گسسته و آمار رو. شما در طول هفته حدود 10-12 ساعت با من کلاس دارید. خب طبیعتا اون پیشرفت، اون حجم مطلبی که ما توی هر کدوم از کلاس ها به شما میگیم، کم کم رشد پیدا میکنید، میایید بالا، قوی تر میشید، خفن تر میشید. خب این رو اگر ملاک قرار بدید، در واقع فوق العاده میتونه بهتون کمک کنه. 100% ارشیا جان قبول دارم، نوشتن به استاد هم بستگی داره. ممنونم، محبت دارید، مثل شما هیچ جایی نیست. بگی نگردن، همون که میگفت گشتم نبود نگرد نیست. لطف بچه هاست. خیلی خوشحالم که بچه ها با ما مثل همیشه ارتباط خوبی دارن، خیلی راحت میتونیم در واقع با هم دیگه صحبت کنیم، سوالاشونو بپرسن توی حالا چه فضای مجازی چه سر کلاس، و خیلی خوشحالم از این بابت. امیدوارم دوستانی که تازه به ما ملحق میشن و
تازه در واقع از ترم دوم به کلاس ما اضافه میشن، این دوستان هم بهشون کمک کنیم پیشرفت کنن و انشالله بیان بالاتر. خب یه مطلب خیلی خیلی مهم بیایم از فصل دو بگم، از بحث توابع. سومین مطلبی که میخوام بگم به شما از بحث توابع، سومین مطلبی که میخوام به شما امروز باهاتون صحبت کنم در رابطه با ترکیب توابع است. بحثی که همتونم میدونید خیلی مهمه و حتما سوال امتحانیتونه. نمیدونم چند نفرتون در واقع امتحان دادید یا نه. مرسی سارا جان، خیلی ممنونم که واقعا صمیمیت بین ما و شما وجود داره و همین باعث پیشرفت شما میشه. خیلی ممنون. نمیدونم چند نفر امتحان دادن حسابان تا این لحظه، ولی ترکیب توابع بی برو برگر سوال امتحانه. من با یه مثال این ترکیب توابع زوجای مرتب رو میگم، یه مثالم تو کتاب داریم با هم دیگه حل میکنیم. 1 و 2 4 4 و 3 5 و 1 و 6 و 6. تابع ج رو هم بگیم، مثلا 2 3 4 5 3 و 2 6 و 1 و 7 و 7. خب سوالی از ما پرسیده میشه، میگه آجان تابع اف و ج رو تشکیل بده، تابع ج و اف رو تشکیل بده، تابع اف و اف رو تشکیل بده، تابع ج و ج رو تشکیل بده. یعنی ترکیب این توابع با خودشون با هم دیگه، مثلا میخوایم بریم اینا چی به چی. خب خیلی ساده است. اف او ج، اول این او نشانه ترکیبه، اولا حواسم باشه این او نشون دهنده ترکیبه، و اف او ج معنیش اینه اف ج ایکس. خیلی هم ساده است، بیشتر شبیه یه بازی میمونه. نگاه کنی سر بالای ها، سر بالا میایم میگیم آقا جان از داخل شروع میکنیم، ایکسمون اول یه دور توی تابع ژ بازی میکنه، یعنی ایکس ها رو از درون تابع ژ انتخاب میکنه. بعد که این اتفاق افتاد هر چی جوابش بود میذارم تو اف. پس دو سری باید بازی کنم. بگو اولش داخل ژ، جوابش میره تو اف. میگه استاد توضیح بیشتر بدید. میگم بیا اینجا، اول از کی شروع میکنم؟ داخل، از ژ. بیا اینجا سر بالای ها، دو بذارم به هم سه میده، دو بذارم به هم سه میده تا به ژ. حالا این سه رو میبرم تو اف، کدوم با سه شروع میشه؟ استاد هیچی به هم نمیده. خب پس هیچ، چون هیچ کدوم از اینها با سه شروع نمیشه. بعدی رو بریم، بعدی رو چهار، چهار بذارم به هم پنج میده تابع ژ. حالا این پنج رو میبرم تو تابع اف، چیا پیدا میکنم؟ آها پنج و یک، به هم یک میده. پس چه زوج مرتبی رو مینویسم؟ اولی و این وسطی رو ولش کن، این وسطی رو بذار کنار، اولی و آخری، یعنی زوج مرتب چهار و یک. ببین چقدر بال شد، نگاه کن سر بالای ها، سر بالای، اینجوری شد چهار پنج، چهار پنج، پنج یک، چهار پنج، پنج یک. فقط اولی و آخری رو می نویسم، یعنی چهار و یک رو می نویسم، تمام شد و رفت. بعدی رو بریم سه دو، بگوینم سه دو، دو چهار، چی شد؟ سه دو، دو چهار، فقط اولی و آخری رو می نویسم، میشه سه و چهار. اینجوری شد دیگه، سه بذاریم دو میده، دو بذاریم چهار میده، شد سه و چهار. بعدی رو بریم شیش یک، بگو بعدی شیش یک تو تابجه. حالا با یک میرم تو اف، یک دو، ایول، پس میشه اولی آخری شیش و دو. بعدی هفت هفت، هیچ کدوم با هفت شروع نمیشه. پس چند تا زوج مرتب داره؟ یک دو سه تا، تمام شد. حله؟ پس دو سه
هیچ کدوم با 3 شروع نمیشه. تمام. 4 5 5 1 میشه 4 1. 3 2 2 4 میشه 3 4. 6 1 1 2 میشه 6 2. 7 7 هم که هیچ کدوم با 7 شروع نمیشه. خب حالا بگید ببینم جواب بدید. بخوام ببینم ژ او اف چی میشه. سر و بالا قشنگ جواب بدی ها. میگه آقا ژ او اف یعنی ژ اف ایکس. خب پس یه دور باید کجا بازی کنیم؟ میگه آقا یه دور توی اف ایکسمون میره، بعد جوابش میره تو ژ. میگم اوکی برو بریم. اول از اف شروع کن. بجام مهندس بجام، از اف شروع میکن. یک دو، با دو میام این تو، کیو پیدا میکنم؟ دو سه. یک دو دو سه میشه یک سه. فقط اولی آخری. یک دو دو سه میشه اولی آخری یک سه. بعدش دو چار چار پنج، چقدر ساده است. دو چار چار پنج میشه دو پنج. بعدی چار سه سه دو، باز وسطی رو بذار کنار اولی آخری، چار دو. بعدی پنج یک، هیچ کدوم با یک شروع نمیشه. شیش شیش، با شیش شروع میشه. شیش 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 یک میشه شیش یک. باریکلا، آفرین بچه ها. پریا خانم باریکلا. پریا شما نیستی سر کلاس ما، درسته؟ سر کلاس ما نیستید، درست میگم؟ ها هستی؟ با چرا اینقدر کم پیغام میدی؟ نه دیگه، دو چهار چهار پنج میشه دو پنج دیگه اشیا. خب اف او اف چی؟ اف او اف چی بود؟ بگید ببینم. اف او اف میشد اف اف ایکس، یعنی ترکیب تابع با خودش، یعنی تو خود تابع بچرخیم. برو بریم. یک دو دو چهار میشه یک چهار. دو چهار چهار سه میشه دو سه. چار سه، هیچ کس با سه شروع نمیشه. پنج یک، برگرد عقب. یک دو، پنج یک یک دو میشه پنج دو. و شیش شیش رو چیکار کنی؟ شیش شیش. باریکلا باریکلا، یه نکته خیلی خفن گفته بودیم. این شیش شیش رو باید بنویسی. این شیش شیش رو باید بنویسی. چرا؟ یه نکته خیلی خفنی رو سر کلاس اشاره کرده بودم دوستان اگر خاطرشون باشه راجع به این شیش شیش. چی بود؟ میگفتیم که باریکلا محدثه، میگفتیم که آقا جان اگر زوج مرتب همانی داشتیم. زوج همانی یعنی چی؟ مثلا آ و آ، یعنی ایکس و ایگرگش با هم برابر باشه. 6 6 7 7 2 2 4 4 0 0 منفی 1 منفی. اگر زوج همانی داشتیم در ترکیب تابع با خودش، ترکیب تابع با خودش، F O F J O J H O H S O S، ترکیب تابع با خودش حضور داره. پس اگر زوج مرتب همانی، همانی یعنی ایکس و ایگرگش با هم برابر باشه داشته باشم، در ترکیب تابع با خودش می نویسیمش. خب الان یعنی استاد ژ او ژ رو بریم بنویسیم. ژ او ژ یعنی ژ ژ ایکس، ژ ژ ایکس. دو سه سه دو میشه دو دو. ردیفید. چار پنج، هیچکی با پنج شروع نمیشه. سه دو دو سه میشه سه سه. شیش یک، هیچکس با یک شروع نمیشه. هفت هفت، به 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 به، هفت هفت رو الان باید بنویسی.
هفت و الان باید بنویسی. چرا؟ دوباره به همون دلیل، زوج مرتب همانی، زوج مرتب همانی در ترکیب تابع با خودش. مرسی، حضور داره در ترکیب تابع با خودش، حضور داره. ردیفید یا نه؟ این ترکیب توابع هم خیلی مهمه، هم خیلی ساده است، هم حتما سوال امتحانه، هم حتما سوال کنکوره. خیلی مهمه، خیلی مهمه. تا اینجا سوالی هست اگر دوستان دارن من آمادم جواب بدم. ردیفی دمه، سوال حل میکنیم از جزوه سوالاتمون. بیایم پایین تر. گفتم در واقع منتخبی از سوالها رو گذاشتیم، ولی شما حواستون باشه که در واقع باید کدوم سوالات رو بیشتر بلد باشید، چه سوالهایی براتون مهمتره، ولی در واقع بپردازید به اینها، این تیپ هایی که انتخاب کردیم مطمئنن در واقع سوال امتحان خواهند. خب برو بریم کار در کلاس. اگه برید تو کتاب درسیتون حالا نگاه کنید، صفحه 68 تو کتاب درسی پایین صفحه این کار در کلاس رو ما داریم. F رو داریم، J رو داریم، اینا رو از ما خواسته. F و J رو خواسته، J و F هم خواسته. بریم ببینیم F O J چی میشه. F O J یا F J X. برو ببینیم. خب من منتظرم دوستان برام تایپ کنن جواب رو، ببینم چقدر از مطلب رو گرفتن، آیا 100% جا افتاده انشاءالله یا نه. F O J یا F J X. بجوب مهندس سر کلاس اکتیو باش. بده ببینم اف او ژ چی میشه. اف ژ ایکس، از داخل ژ شروع میکنیم و وارد اف میشیم. سارا جان خدا رو شکر نوشته مشکلم خیلی بیوتیفول و زیبا حل شد، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. آره آفلاین اینم بعد میتونید ببینید. خب آفرین، اولین زوجو گفت از ژ شروع کن، 2 11 برو تو اف، 11 7 2 11 11 7 میشه 2 7. 4 -2 -2 4 میشه 4 4. 6 3 3 -5 میشه 6 -5. 3 2 2 -5 میشه 3 -5. ماشاءالله 2 7 4 4 6 -5 و 6 3 3 -5 میشه 6 -5. 3 2 2 -5 هم میشه 3 -5. زهرا خانم متشکرم، هستی جان، اصل سارا، پریا متشکرم، ارشیا جان مرسی، خیلی عالی و قلدر جواب میدیم. خب ژ او اف چی؟ ژ او اف. بعد یه نکته ای هم میخوام بهتون بگم و ببینید که این طراحای کنکور لعنتی ها از کجا سوال پیدا میکنن. میگن خب ژ او اف یعنی ژ اف ایکس، این بار از داخل اف شروع کنیم ببینیم بعد وارد ژ بشیم. ژ او اف 11 7. هیچکی با 7 شروع نمیشه. -2 4 4 -2 میشه -2 -2 3 -5 هیچ کس با -5 شروع نمیشه. 2 -5 هیچ کس با -5 شروع نمیشه. پس یه دونه زوج مرتب بیشتر نداره. خیلی راحت.
حالا یه نکته جالبی بهتون بگم، یه نکته از تو تمرین کتاب در بیاریم. ببینم این اف ما الان یک ویژگی داره، از ویژگی هایی که همین امسال خوندید. الان این اف ما یه ویژگی داره، میخوام پیدا کنی. زوج مرتباشو نگاه کن، یک ویژگی داره. به اینا نگاه کن، چیه ویژگیش؟ بگو اینم ویژگی این اف ما چیه؟ بله 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 حتما ایلیا جان، حتما. ویژگی این اف چیه الان؟ چه ویژگی داره؟ شما این زوجها رو میبینی با اطلاعاتی که امسال به دست آوردید، میگی آقا این الان چه ویژگی داره؟ باریکلا محشید، آفرین، باریکلا، خیلی قشنگ. میگه استاد این یک به یک نیست، یا غیر یک به یکه. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا ایگرگ یکسان داره که ایکساش با هم دیگه فرق میکنه، پس یک به یک نیست. تا بگم که غیر یک به یک باشه، وارون ناپذیره. حالا من به اینش کار ندارم، همون غیر یک به یکش برام اوکیه. سر بالا مینم، ننویس، همین برام اوکیه. نگاه کن، همین برام اوکیه. اون وقت شما اومدید اف او جر هم که تشکیل دادید، نگاه کنید، اف او جر هم که تشکیل دادید، غیر یک به یک شده. میبینی؟ غیر یک به یک شد. پس یه نتیجه گیری میخوام بکنم، دقت کن، یه نتیجه گیری میخوام بکنم. اگر ما دو تا تابه رو ترکیب کردیم، دقت ها دقت، اگر دو تا تابه رو ترکیب کردیم و یک به یک نبودن، یعنی جواب ترکیب یک به یک نبود، میتونیم بگیم یکی از اون تابه ها هم اونم یک به یک نبوده. الان اف او جه یک به یک نیست، از من تو کنکور سوال میکنه. چه چیزی میتونیم بگیم اف او جه یک به یک نیست؟ چه میتوان گفت؟ یکی از این توابع اف یا جه قطعا غیر یک به یک بود. ببین چه جوری در واقع مو رو از ماست میکشه تر را، چه جوری سوال میده. تو باید کتاب درسی رو جویده باشی، همه چیشو باید بدونی، همه چیز اینو باید بدونی چی به چیه. ردیفه دامنه ها رو هم پرسیده که خب دامنه رو در واقع طبق تعریف باید بریم دیگه. مثلا دامنه اف او جه، دامنه اف او جه طبق تعریف، این دیگه چیز خاصی نداره دیگه، میشه ایکس هایی که ایکس عضو دامنه جه باشه و جه ایکس عضو دامنه اف باشه، یعنی ایکس هایی که x عضو دامنه ژ باشه. خب دامنه ژ اینا هن دیگه، 2 4 6 3 2 4 6 3 و ژ x یعنی ایگرگ های اینها، ایگرگ های اینا 11 منفی 2 3 و 2، اینا هم عضوی از دامنه f باشه. خب کدوم یکی از اینا عضو دامنه اف هم هستن؟ 11 که هست، منفی 2 هم هست، 3 هم هست، 2 هم هست. خب پس حالا من اگه بخوام ایکس ها رو بنویسم،
حالا من اگه بخوام ایکس ها رو بنویسم، میگم آقا ایکس های عضو دامنه ژ 2 4 6 3 به طوری که ژ ایکس شون هم عضو دامنه اف باشه. خب طبیعتا کدوم ها میشه؟ دو دیگه، حالا نمی نویسم، اینجا هست دیگه، دو چهار شیش و سه. حله، بنویسید، خیلی راحت تره دیگه، اون یه خورده دنگ و فنگ محاسباتی داره. اینم یه موضوع. یه موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره کنم، خواهش میکنم، اوکی شد. یه موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره کنم، با تو این نوته برگردیم. خب من تابعامو تکرار میکنم توی 1 2 2 4 4 3 5 1 و 6 6، 1 2 2 4 4 3 5 1 و 6 6، درسته؟ 1 2 2 4 4 3 1 2 2 4 4 3 5 و 6، 2 3 4 5، 3 2 6 1 و 7 7. خب چهارمین چیزی که میخوایم عنوان کنیم، چهارمین موضوعی که میخوایم عنوان کنیم و مهم هستش، بحث قشنگی است به اسم اعمال توابع. این هم خب دوستان دیدن، بسیار مهمه، زیاد سوال میاد، باید بلد باشن. بس اینا هستش که آقا مثلا F به علاوه J چی میشه؟ F منهای J چی میشه؟ F ضرب در J چی میشه؟ یا J ضرب در F چی میشه؟ J مثلا تقسیم بر F چی میشه؟ J مثلا تقسیم بر F چی میشه؟ اینا بحث ساده ایه. دقت کنی بچه، اینم بگم بهتون. ببین مهندس جان سری بیار بالا. F به علاوه J رو میخوام. اعمال توابع شامل اینا میشه. من زیرش یادداشت کنم. اعمال توابع شامل اینها میشه: F مثبت منفی ضرب در تقسیم بر J. به اینا میگن اعمال. حالا ما اینجا آوردیم دیگه، جمعشون رو آوردیم، منهاشون رو آوردیم، ضربشون رو آوردیم، تقسیمشون رو هم آوردیم اینا رو. خب یک جمله من میگم کلیدی، ببین یه جمله من میگم، این جمله رو بلد باش، پادشاهی کن. یه جمله گوش کن، میگیم آقا ایکس مشترک، ایکس مشترک رو بنویس و عمل رو برای ایگرگ انجام بده. x مشترک رو بنویس، عمل رو برای y انجام بده. x مشترک، عمل برای y. x مشترک رو بنویس، اون عملیاتی که گفته، جمع، تفریق، منها، ضرب، برای y انجام میشه. میگه استاد حل کنیم. میگم برو بریم حل کنیم. بیا خب F به علاوه J، X مشترک یک، X اینه، شما اینجا Xات یک داره، اصلا میگه نه خداحافظ، X مشترک دو، اینا دو 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 رو بنویس، دو دو چار دو سه دو دیگه دو. عمل گفته شده جمعه، گفت عمل رو برای ایگرگا انجام بده. این چهار، این سه، عمل جمعه، چهار و سه میشه هفت، دو هفت، تمام تمام. ایکس مشترک بعدی چهار چهار، ایکس مشترک رو دست نمیزنم، همونو مینویسم چهار.
این 3-5 جمعشون 8. آفرین. 5 مشترک نیست، x مشترک نیست. 6 مشترکه، می نویسم 6. ایگرگ این 6ه، ایگرگ این 1ه، عمل جمعه میشه 6 و 7. تمام، گرفتید چی شد؟ منها رو بریم. منها x مشترک 2ه، می نویسم منها f منهایشه، 4 منهای 3 میشه 1. 4 x مشترک بعدی تو منها، حواست باشه کدوم رو منهای کدوم میکنی. 4 و 3 4 و 5، 3 رو منهای 5 کنم، منفی 2، 5 و 1 مشترک نیست اصلا، 6 رو بنویسم، 6 منهای 1 5. تمام، منتظرم ضرب رو شما بنویسید، بدوید ببینم ضرب رو، منتظرم شما بنویسید بچه ها، بجنبید ببینم. باری کلا بجنب ببینم، ضرب رو بنویس، بدو بدو بدو. ببین حدود 120 نفر آنلاینن، فقط 20 نفر جواب میدن ها. بدو ببینم. آها 2 12 12 از کجا اومد آقا؟ اینا 2 4 2 3، 4 3 تا 12 تا 4، باری کلا 3 5 15، 6 6 1 6 6 6، این هم میشه ضرب. باری کلا جفم تقسیم 2 اولیشه، سوتی ندیا مهندس، ج تقسیم بر اف، 3 تقسیم بر 4. بعدی 4 5 تقسیم بر 3. بعدی 6 1 تقسیم بر 6. باری کلا ردیفه بچه ها. پس اعمال توابع هم جز به یکی از بحث های اصلی درسی کتاب شماست. خب بریم یه تمرین هم داریم تو جزوه ازش حل کنیم. این F رو داریم، J رو داریم، بجنبید. میگه توابع F به علاوه J منها و تقسیم رو پیدا کنید. اول F به علاوه J، تمرین کتابه، تمرینات صفحه 69 و 70، تمرینای مهم. F به علاوه J، برو بریم X مشترک رو پیدا کن. آیا منفی 4 X مشترکه؟ بله. عمل جمعه، این 13 این منفی 7 جمع 6. X مشترک منفی 1، منفی 1 نداره، این هیچ، 0 0 داره. منفی 3 و 5 جمعش میشه 2. 3 اینم 3 داره، منفی 5 و 0 جمعش منفی 5. 5 X مشترک محسوب نمیشه چون این 5 نداره. 9 X مشترک محسوب نمیشه، پس 3 تا بیشتر نداشت. منفی 4 با 6، 0 با 2، 3 با منفی 5. خب F منهای J رو تشکیل بدیم، F منهای J رو تشکیل بدیم. هستی خیلی چیز مهمی نیست، حالا بعدا ازم بپرس. F منهای J، بگو ببینم، منفی 4 اولیشه، این منفی 7، اون 13. دقت، F منهای J 13 منهای منهای 7 میشه 20. بعدی 0 5 منهای منفی 3 میشه 8، و عدد 3 منفی 5 منهای 0 میشه منفی 5.
واقعا غیر طبیعی آسونن. شما خوب یاد گرفتید. اف ژئوم رو بریم. اف ژئوم اولیش که خب منفی 4 اف تقسیم بر ژ، 13 تقسیم بر منفی 7. بعدی صفر با چند؟ اف تقسیم بر ژ یعنی 5 تقسیم بر منفی 3. بعدی ایکس مشترک 3 هستش، اف منفی 5 تقسیم بر 0. خب دیگه بارها همینو دیدیم که اگر مخرج 0 بشه این زوج مرتب رو اصلا نمی نویسیم. حواستون باشه. ممنونم، مرسی. شما هم عالی گوش میدید که یاد میگیرید. پس اگر مخرج ایگرگش 0 شد طبیعتا اون زوج مرتب رو اصلا نمی نویسیم. یعنی الان اف ژئوم ما دو تا زوج مرتب بیشتر نداره. استاد از تو این تمرین هم میشه یه چیزی بکشیم بیرون که به درد مثلا کنکور و اینا بخوره؟ بله بله. نگاه کنین فرض کنید این دوتا زوج مرتب، فرض کنید اینا رو نداریم ما، یعنی مجهولن، اینجوری بگم بهتر. ها یه طراح خوشذوقی میاد میگه چی؟ یه طراح خوشذوقی میگه آقا من اف به علاوه ژ رو حساب کردم، توش همچین چیزی پیدا کردم. اف منهای ژ رو هم حساب کردم، توش یه همچین چیزی پیدا کردم. خواهش میکنم پریا جان، خدا رو شکر که متوجه شدید. خب میگه چطوری باید اینا رو پیدا کنیم؟ پس سوال اینه، اینا رو نداریم ما، این بالا رو نداریم، فقط توی اف به علاوه ژ اینو داریم، تو اف منهای ژ هم اینو داریم. میگه اینا رو چجوری میتونی به من بگی چند چندن؟ میگم یه لحظه وایسا. مثل یک دست گاه معادله باید برخورد میکنم، میگم اف به علاوه ژ شده 0 و 2، اف منهای ژ شده 0 و 8. ها اینا رو با هم دیگه، باریکلا محشید، اینا رو با هم دیگه یه جمع میزنم، ژ مثبت و منفی میره 2f، ایکسش که اصلا مشترکه هیچی 0، 2 و 8 جمع میشه میشه 10، تقسیم بر 2 بکنم ایکسش تغییر نمیکنه، سوتی ندیه موقع 10 تقسیم بر 2 میشه 5، افت میشه 0 و 5. اینا 0 و 5 تو تابع f، مثل دستگاه دیگه. اینو حالا میذاریم تو یکی اینا، مثلا اینو میذاریم این تو، ژ رو هم پیدا میکنیم، ایکسش که همون 0، 5 مثبته بیاد این ور، 2 منهای 5 بشه منفی 3، 0 و منفی 3 هم ایناش مال ژ. اینجوری کتاب درسی رو میخونن، این شکلی موشکافی کتاب درسی. یعنی حله؟ خب سوالی اگه دوستان دارن من هستم جواب بدم این چند دقیقه که فرصت هستش. راجع به چیزایی که گفتیم اگه سوالی وجود داره بپرسید.
خب من یه دور دیگه در واقع اشاره بکنم مطالبی که گفتیم رو راجع به چیا صحبت کردیم ما امروز. خب راجع به اعمال توابع صحبت کردیم که خب خیلی در واقع مهم بوده. نه ترانه جان فرقی نمیکنه. پریا مورد جیم باید بنویسید غیر قابل قبوله یا نه؟ آره بنویسید غیر قابل قبوله. وقتی میگه مزرب مثلا 6 تا 6 تا میره جلو حتما باید 6 تا جمع بشه. بله بله حتما باید جمع. راجع به اعمال توابع صحبت کردیم که خب خیلی مهم هست. ترکیب توابع خیلی مهمه، خیلی خیلی، یعنی تقریبا میشه گفت 100% سوال امتحانتون خواهد بود. مستطیل طلایی یکی از در واقع بحث‌های بسیار جذابه که تا باشه اینم فایل اینم براتون میفرستم توی گروه واتساپ. دوستانی که تازه هم ثبت نام میکنن حتما بهشون، حتی خود آموزشگاه میگه توی گروه واتساپ یه گروهی برای بچهای کلاس هستش که تمام جزوه پر شدهشو اونجا میفرستی. مستطیل طلایی رو صحبت کردم و دنباله های حسابی هندسی رو. حسابی هندسی خیلی مهمه. برگردم توی جزوه سوالات، این اولش که صفحه اول که داشتیم اینجا کنار اینا مینویسم که یادتون باشه سایت بسط، سایت bst.ir، اینستاگرام ما. اگه امروزم در واقع تجربه جدیدی از کلاس داشتید من هشتگ میزنم کلاس شب امتحان، در واقع تجربه جدیدی از کلاس ما امروز داشتید ممنون میشم یه دایرکت توی اینستا برای ما بفرستید. هر حسی که داشتید امروز تو کلاس، حس خود انشاءالله که با امید خدا مثبت بوده، یه در واقع بفرستید، منم همه رو تحت عنوان در واقع شب امتحان هشتگ میزنم میذارم توی در واقع پیج که همه ببینن. یادتون باشه بچه ها کلاس های ما، حالا کلاس کنکورها هم کم کم بهتون میگم برای سال بعد چجوریه کنکورهای سال بعد، ولی کلاس ترم دوم 11 ما که آنلاین هم هستش سه شنبه ها ساعت 19 تا 20:30، 7 تا 8:30 عصر کلاس حسابان 11 داریم، حسابان 1 که در واقع درس، تشریحی، تستی، نکته، نمیدونم همه رو رنده میکنیم. و جمعه ها هم یادتون باشه جمعه ها از ساعت 17:15 یعنی 5:15 تا 18:45 کلاس هندسه و آمار داریم که بسیار بسیار حائز اهمیت و مهم هستش برامون. خب این هم از کلاس ها. سال بعد هم که میدونید دیگه حسابانتون که جدا میشه، هندستون هم جدا یک کلاس میشه، آمار گسسته هم یک کلاس میشه، سه تا کلاس فوق العاده پرقدرت و قلدر با هم پیش خواهیم رفت انشاءالله. امیدوارم فرصتی باشه که ما هم در خدمت دوستان باشیم. فوق العاده لذت میبرم از این که با شما کلاس دارم. ممنون از اینکه پرقدرت و پر انرژی سر کلاس حاضر میشید. امیدوارم چیزهایی که امروز گفتیم براتون مؤثر و مفید واقع بشه. اگر دوست داشتید پیغامی توی دایرکت اینستا امروز برای ما بفرستید، من با در واقع همون فرمتی که خودتون میفرستید توی کانال میگم بچهای پشتیبانمون توی پیج اینستاگرام قرار بدن. خیلی خیلی ممنونم که کلاسای ما رو پرقدرت دنبال میکنید. انشالله برای همه دوستان توی دوران امتحانات آرزوی موفقیت دارم و البته آرزوی سلامتی که مقدم به تمام آرزوهاست. مراقب خودتون باشید بچه ها. این جمعه هم کلاس داریم، حواستون باشه. این جمعه ما ساعت 5:17 همین جمعه شب امتحان هندسه آمار هم داریم. میبینمتون به زودی و مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار. بهسط آشنای سنه است.